درود به همه بینندگان گرامی رسانه مانی و من جلال ایجادی در این لحظه برنامه خود رو به راه می اندازم و آغاز می کنم و اون هم دوستان گرامی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. سیاست خارجی همون گونه که بزرگان عرصه سیاست گفتن، تئوری های سیاسی در واقع ادامه سیاست داخلی هست. سیاست های خارجی ارتباط تنگاتنگی داره با سیاست رژیم در داخل کشور، با سیاست طبقه حاکمه در داخل یک کشور و برابری امروز نگاهی بیندازیم به این سیاست خارجی که ببینیم واقعا این سیاست خارجی جمهوری اسلامی به چه پاشنه میگردد. به خاطر اینکه عزیزان، جمهوری اسلامی همیشه و همیشه تبلیغ کرده که جهان رو داره هدایت میکنه یا میخواهد هدایت بکنه. خب اینها ما میدانیم صحبت ها و پروپاگاند های اسلامیستی از هیچ ارتباطی با واقعیت امن نداره. البته جمهوری اسلامی دارای فعالیت بسیار بسیار پررنگی است در زمینه توطئه چینی، در زمینه گروگانگیری، در زمینه تروریسم و به هر حال تمام این گونه رفتارها رو ما میبینیم و جهان نیز بهش آشنایی دارد. منتهی مراتب آنچه که بر اساس قواعد رسمی وقتی که ما میگوییم سیاست خارجی یا پولیتیک اکستریور به معنای فرانسویش، به این اصل برمیگرده که یک کشور باید با کشورهای دیگر بتواند زندگی بکند و این زندگی کردن در چارچوب تعهدشون به سازمان ملل هستش و این امر به این نقطه میرسه که حال این کشور دارای چه دوستان و چه به هر حال رقبایی میتواند باشد در جهان. زمانی که شما وارد سازمان ملل میشوید دیگر مفهوم دشمنی معنا ندارد، به خاطر اینکه میپذیرید که کشور دیگری نیز جزو این مجموعه سازمان ملل باشد. پس بنابراین از چارچوب دشمنی خارج می شود، مگر اینکه دوران به نقطه جنگی برسه، تجاوز یک کشور به کشور دیگر. خب پس بنابراین به همین خاطر هم هست که میگویند اولا کشورهای عضو سازمان ملل بر پایه اصل همزیستی مسالمت آمیز میخواهند کار بکنند و باید کار بکنند. حال به این ترتیب جمهوری اسلامی از اون لحظه ای که آغاز به کار کرد، یعنی تصرف قدرت توسط فاشیسم اسلامی شیعه‌گری تا به امروز، آیا در عرصه سیاست خارجیش واقعا موفق بودش؟ شما یک نگاهی بکنید. ببینید در همین آنچه که مربوط به اصطلاح ریاست جمهوری دوران کنونی و از جمله خود به اصطلاح قتل رئیسی، اون لحظه ای که به عنوان افراد خارجی به دیدار دولت ایران و حکومت ایران آمدن و همچنین با دوران جدید یعنی آقای پزشکیان که به قدرت رسید و به اصطلاح به قدرت رسید به شکرانه خامنه ای، عملا زمانی که مهمانان خارجی آمدن واقعا نگاه بیندازید اینها چه کسانی هستند. و این یک آزمایشگاه زیبایی هست که در این دو لحظه شما نگاه بکنید میبینید که در واقع کسانی که آمدن حاضر هستند و دارای شخصیت های درجه اول هستند اونها چه کسانی هستند. به این ترتیب میتوانید بفهمید که کشورهای دیگر برای رژیم ایران چه اهمیت قائل هستند و دارای چه نوع در واقع میتوانند سیاست خارجی و یا متقابلی داشته باشند. شما اگر توجه کرده باشید در همین دوره اخیر در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه، زمانی که این فرد کشته شد و لحظه ای که مسئله به چه خاطر آمده بود در ایران، به خاطر به صلاح ریاست مراسم تحریف میش میگن که همون مراسم مورد تایید قرار دادن رئیس جمهور توسط خب خامنه‌ای هست که یک
این چنین چیزی رو ما در کشورهای دیگر نداریم. ولی به هر حال مدل ولایت فقیهی در درون اسلام هستش و به این ترتیب خود اونها تنظیم کردند که اون دیکتاتور اصلی همه چیز را زیر کنترل داشته باشد. خب یکی از ویژگی های همین دوران چی بود دوستان گرامی من؟ تمام مهمانان بودش. شما نگاه بکنید به عنوان نمونه کسانی که بسیار بسیار نورافکن رسانه ها روشون قرار گرفته بود، رهبران تروریست فلسطینی بودند، مانند رهبران جهاد اسلامی، مانند رهبران حماس. اینها بودند که صفحه اول در واقع مراسم رو پر کرده بودند. شما نگاه بکنید در این جهان، در این جهان زمانی که ما میگوییم برها اینها جریان تروریستی هستند، این هم به اعتبار چی؟ یک به اعتبار در مربوط به نهادهای بین‌المللی است که بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی چنین سازمانهایی رو به عنوان سازمان تروریستی تلقی می‌کنند. و یک به خاطر این، دو به خاطر اینکه خود این سازمانها در زندگی مشخص اونها حملات تروریستی اونها بیانگر این هستش که اونها خط تروریست دارن. و بالاخره سومین نکته این هستش که چنین سازمان هایی در ارتباط با جمهوری اسلامی اجرا کننده سیاست تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه هستند. حال این میآید به عنوان شخصیت های درجه اول در اون لحظه تلویزیون ایران نشان میدهد و به اصطلاح شادمان از این قضیه هستش. خب این یک مثال معینی بود. حالا بیاییم یک کمی توضیح بیشتری بدهیم. ببینید اتکا میکنن بر اخبار و داده هایی که در این دوران ما داشتیم. نخست وزیر لبنان اخیرا خواستار این شد که ایران، یعنی رژیم ایران، از دشمنی با همسایگانش دست بردارد. کی؟ نخست وزیر لبنان که غیر حماسی هستش و میخواهد که ایران از دشمنی با همسایگانش دست بردارد. سوریه، سوریه که متحد جمهوری اسلامیه، شما نگاه بکنید اکثر قراردادها، قراردادهای مهم سوریه برای بازسازی سوریه بین سوریه و روسیه بسته شده و ایران هیچ گونه قرارداد مهمی در این زمینه با رژیم سوریه ندارد. سومین نکته، در عراق به دستور نخست وزیر جدیدش، در عراقی که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی مانند حشد الشعبی خیلی فعال هستند و سعی میکنند سیاست او را به پیش ببرند، تصاویر به اصطلاح خامنه ای و سلیمانی رو که در نقاط مختلف خیابان ها و محله های عراق بود همه رو اعلام کرد که همه رو جمع بکنن. اینم این نکته. سوم، چهارم، رهبر فلسطینیا یعنی آقای محمود عباس که بهش میگن رهبر اتوریته فلسطینی هستش، خطاب به جمهوری اسلامی چه گفت؟ گفت از جان ما چه می خواهید؟ از جان ما چه می خواهید؟ تمام کارهایی که شما می کنید به زیان ما فلسطینی ها هستش. اینم بنابراین بیدن. حالا شما نگاه بکنید در منطقه هستید. در این منطقه جمهوری اسلامی با چه کسانی بهترین روابط رو داره؟ با جریان هایی که در منطقه هستن، نه به عنوان دولت ها، بلکه در گام اول تمام شبکه های تروریستی یعنی حزب الله که توسط خود دشین به وجود آمده است، تمام جریان های دیگر مانند حماس، مانند حشد الشعبی، مانند حوثی ها، یعنی یک خانواده های تروریستا با جمهوری اسلامی بهترین روابط دارن و این هم قابل فهم است. گذشته از اون، مناسبات با جمهوری اسلامی چگونه است در این منطقه؟ شما نگاه بکنید تک تک این کشورها رو، رابطهش که ظاهرا آرام هستش با ترکیه رو در نظر بگیرید. رقابتی وجود داره بین آقای اردوغان و خامنه‌ای.
اردوغان خواهان نوعی خلافت عثمانی هستش و پیوسته مخالفت خودش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرده، به هیچ وجه مناسبات عادی و به اصطلاح گرمی بین این دو کشور وجود ندارد. کشورهای دیگر در نظر بگیرید، لبنان مناسبات خرابه، اردن مناسبات خراب هستش، مصر مناسبات خراب هستش. عرضم حضورتون که عراق بستگی داره این که به لحظات گوناگون، ولی تو عراقی ها به لحاظ اینکه در ضمن جنبه ناسیونالیستی دارن نمیخواهند به جمهوری اسلامی در واقع چی اجازه ورود در اونجا بدهند، بنابراین مناسبات خیلی خراب هستش. با عربستان سعودی مناسبات بسیار خراب هستش، با کشورهای دیگر مانند بحرین و کویت مناسبات به هیچ وجه خوب نیست. این که میگم خراب است به این معنا نیست که در حال جنگ هستند، ولی مناسبات آرام دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و این کشورها وجود ندارد. تنها کشوری که چه بسا یه مقدار مناسبات عادی خوبی داشته باشند میان جمهوری اسلامی و چی و در واقع عمان هستش، تا یه حدودی هم قطری ها. ولی از اونجایی که قطری ها در ضمن مناسبات گسترده با کشورهای غربی دارن، از نظر جمهوری اسلامی به اصطلاح به عنوان کشور خوبی محسوب نمی شود. خب این از این طرف، یعنی کشورهای عربی این منطقه رو که وقتی برمی شمارید می بینید که مناسبات همه خراب هستش. از سوی دیگه بریم به طرف شمال، شمال ایران، مناسبات با در واقع ارمنستان خوبه، ولی با آذربایجان، جمهوری آذربایجان خرابه. بعد میرسیم به طرف شرق ایران، با طالبان مناسبات بسیار درگیری های گوناگون اینها دارن، دو جریان اسلامگرای گوناگون با تمایلات گوناگون. مناسبات با پاکستان هرچند که دارای شدت و حدتی نیست، ولی خاطرتون هست در چند وقت پیش در واقع جمهوری اسلامی چند نفر رو در پاکستان کشت و به دنبال اون جمهور پاکستان هم نیرو فرستاد و در واقع از طریق نیروی هوایی تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. خب شما این کشورها کشورهای اطراف کشور شما هستند. تمام این کشورها وضعیت در واقع اکثریت این کشورها دارای مناسبات بحرانی و جنگ و ستیز و دعوا وجود دارد، و این دعواها و جنگ و ستیزها هم سیاسیه، هم ایدولوژیکه، هم دینیه، هم محیط زیستی و غیر ذلک. حال از این منطقه دورتر بریم، از این منطقه دورتر بریم، بریم به عنوان نمونه یکی اون طرف دار. مناسبات کشورهایی که ما برشمردیم با آمریکایی‌ها چجور است؟ عالی است. با اون کشورها عالی است. مناسبات ما با آمریکا چجور است؟ از همه فردای انقلاب اسلامی خراب بوده، بحرانی بوده، تنش بوده، گروگانگیری بوده. خب این آیا به نفع کشور ایران هست که مناسباتش با آمریکا به این ترتیب خراب باشد؟ اسلامگرایان پیوسته برای که توجیه بکنند جنگ ایدولوژی و جنگ دینی خودشون رو علیه آمریکا زدند. حال آنکه خاطرتون باشه که آمریکا اولین دولت در واقع جهانی بود که قدرت جدید جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. عزیزان من، اولین کشوری بود که به رسمیت شناخت کدوم؟ دولت در واقع خمینی رو. ولی که خمینیستا به صلاح دانشجویان خط امام و که در میان اینها هم در واقع عناصری بودن طرفدار شوروی و روسا، عملا کار رو به سرعت تخریب کردن و منجر به چی شد؟ به تصرف خانه سفارت آمریکا شد و بنابراین بحران و گروگانگیری و آنچه که به هر حال همه ما شاهدش هستی. بنابراین کسی که امروز با آمریکا میخواهد به جنگد یعنی چی؟ برای اینکه آمریکا خانه جنگ با ایران نیست.
بر اساس منافع خودش سیاست میریزه. جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژی خودش و به لحاظ ضدیت خودش با اسرائیل و ضدیت خودش با آمریکا و ضدیت خودش با غرب، مناسبات با آمریکا رو پاره کرد و داغون کرد. حال آنکه هیچ کشوری که دارای حداقل سیاست خردمندانه هست آمریکا رو کنار نمیگذارد. آمریکا رو کنار نمیگذارد. غرب اروپا رو کنار نمیگذارد. مناسبات حاد رو و بحرانی با اینها تولید نمی کند. ولی جمهوری اسلامی این کار رو می کند. و به علاوه شما باز هم دقت بفرمایید، از در همین لحظه از اروپا صحبت کرده. مناسبات بین کشورهای اروپایی با ایران چیست؟ پیوسته در دوره‌های مختلف تولید بحران 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 هستش. از همون سالهای اول انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی با گذاشتن چند بمب یا هدایت چند بمب توسط جمهوری اسلامی در پاریس مناسبات رو در واقع به هم ریخت. داستان گرجی و غیر و غیره یادمون باشه. خب به این ترتیب شما نگاه بکنید، امروز هم که امروزه در واقع فرانسه افراد از فرانسوی ها وجود دارن که در ایران در زندان هستن، در زندان هستن. مناسبات بین فرانسه و در واقع ایران بسیار آشفته و نگران کننده و حتی امروز هم در این روزها و یا هفته های اخیر دولت فرانسه اعلام کرد که افراد فرانسوی به تهران به ایران نروند و هر کسی که فرانسوی در ایران هستند شتاب بکنند و خارج بشوند و اون هم به دنبال چی؟ به دنبال احتمال جنگ حماس و جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. خب این نمونه دیگری هستش. مناسبات با آلمانی ها، مناسبات با آلمانی ها دارای یک سلسله مناسبات اقتصادی و غیر و غیر بودن، ولی یک جنبه ای که به دوران اخیر برمیگردد عزیزان من توجه بفرمایید و اون هم چیز مسئله در واقع این مسجد آبی یا مسجد به اصطلاح مرکز اسلامی هامبورگ است. این مسجد یا این به اصطلاح مرکز حدود ارزم حضورتون که تعداد زیادی مرکزهای دیگری نیز به اون وابسته بودند. کار این مرکز چه بوده است؟ این مسجد آبی یا مرکز فرهنگی، کار این مرکز تبلیغات در واقع اسلامی بوده، تبلیغات به نفع حزب الله بوده، رابطه تنگی بین مسئول این مرکز اسلامی با خامنه ای وجود داشته، از طریق این مرکز پولهایی به طرف در واقع حزب الله روان شده است، از طریق همین مرکز پولهایی به طرف حوثی ها روان شده است. این پولها از کجا می آید؟ این پولها پولهایی هستش که از پولشویی ها می آیند، از شبکه های در واقع اسلامگرای و تروریستی در واقع اینها می آید و به دنبال این هستش که عملا دولت آلمان تصمیم گرفت که این مرکز با تمام مرکزهای دیگری که در آلمان هستند اونها بسته شود. مرکزی که متعلق به ایران بوده و زیر کنترل مستقیم خامنه ای قرار داشته و امروز برای کشور آلمان تبدیل میشه به یک بحران و آلمانی ها برای اینکه جلوی در واقع این خسارت و این خطرات رو از این کانال بگیرن عملا این مراکز رو میبندن. این هم جلوه دیگری از مناسبات بین ایران و آلمانی ها هستش. خب شما نگاه بکنید در یک مورد دیگه، باز حالا در مورد کشورهای گوناگون روابط گوناگونی وجود دارد، ولی که به هر حال نسبت به اتحادیه اروپا مناسبات بسیار بسیار خصمانه از جانب جمهوری اسلامی پیوسته به وجود آمده و اجرا می شود. خب این رو هم باز در نظر بگیرید. یک نکته دیگه هم که باز میخوام در این زمینه بگم، شما نگاه بکنید با اسرائیل که پیوسته و پیوسته جمهوری اسلامی در ضدیت با اسرائیل مبارزه کرده و جدال به پا کرده، بحران به پا کرده و حتی به
جنگ دست داده است، جنگی که با بیش از 350 پهپاد و موشک به سوی سه ماه پیش به طرف اسرائیل پرتاب کرد، و اون هم در حمایت از چی؟ از تمام جریانات تروریستی و در ارتباط با کشته شدن چند تن از افراد سپاه پاسداران. خب این یک اعلام جنگ بیرونی و آشکار بود، یعنی جمهوری اسلامی پیوسته از طریق نیروهای نیابتیش عمل میکرد. این بار خود و نیروهای نیابتی به این ترتیب به جنگ پرداختند، و امروز هم باز احتمال باز جنگ جدیدی و یورش جدیدی از جانب جمهوری اسلامی البته هست، ولیکن جهان نسبت به این امر بسیار بسیار داره فشار میاره، و خود در واقع خود خامنه ای می ترسد، عزیزان من می ترسد. چرا می ترسد؟ به خاطر اینکه می داند که اگر چنانچه در این حملات خطایی صورت بگیره، به عنوان نمونه افراد غیر نظامی اسرائیلی کشته بشوند، حتما حتما اسرائیل ها به مراکز نظامی و اتمی جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. حتی احتمال حمله به مراکز اقتصادی مربوط به نفت نیز ممکنه حمله بکنه، و بنابراین جمهوری اسلامی می تواند با تمام این حملات احتمالی در واقع به نقطه فلجی کامل برسد. خب کامل. و به علاوه یادتون باشه اون فیلمی که به دنبال زدن هانیه بود و از خامنه‌ای، شما دیدید که چگونه هراسناک موقعی برگزاری نماز میت آسمان رو نگاه میکنی که مبادا موشکهای اسرائیلی بیایند و دخل او رو هم بیاورند. این امکان برای اسرائیل وجود دارد که حتی خود خامنه‌ای رو نیز نابود بکنه، همون گونه که فخری زاده ها و هانیه ها رو در تهران نابود کرد. خب بنابراین حال شما سوال بکنید رابطه بین ایران با اسرائیل جز جنگ چیز دیگری هست؟ وقتی که موشک میسازن میگن موشک ها باید بره نابود بکنه اسرائیل رو، ما رابطه ما با اسرائیل چه بوده در گذشته های دور؟ در گذشته های دور پادشاهان ایران در درون کتاب های دینی یهودیان مورد در واقع احترام هستند. پادشاه پارس ایران زمین، یهودیانی که در دوران در واقع اسارت بودن اونها رو نجات میده. در تمام دورانهای گوناگون از جمله دوران پهلوی مناسبات اقتصادی با بازرگانی و دیپلماتیک با اسرائیل بوده است، و به علاوه اسرائیل ها پیشرفت های بسیار گوناگونی داشتند در زمینه علمی، در زمینه کشاورزی، در زمینه های نظامی و غیر و غیره. ما چرا باید به عنوان کشور ایران در تناقض با این کشور باشیم؟ یک کشوری که با به اصطلاح میزان جمعیت کمی هستند، ولیکن از اونجایی که پیوند خوردن با جهان غرب یکی از کشورهای پیشرفته امروز هستش. البته در اینجا بگویم، یک بار دیگر بگویم، من همیشه و همیشه سیاست نتانیاهو رو محکوم کردم، شهرک سازی های نتانیاهو رو محکوم کردم، و طرفدار قطعنامه سازمان ملل، یعنی اون قطعنامه‌ای که میگوید دو دولت و دو سرزمین، بله کاری رو که عملا نتانیاهو نمیخواهد و در ائتلافش با جریانات ارتجاعی یهودی در این زمینه همیشه ضد صلح عمل کرد است. پس این روشن باشد. ولی که ما از یک کشور داریم صحبت میکنیم، نتانیاهو جلوه ای از یک کشور هست، ولی که همه اون تاریخ اون کشور و خود اون کشور نیست. این پرچم اونها پرچم نتانیاهو نیست، پرچم کل یک کشور هستش. بنابراین ایران باید با چنین کشوری ارتباط داشته باشد، باید در واقع از امکانات پیشرفته های او بتواند استفاده کند. ولی جمهوری اسلامی چون ضد یهودی هستش، چون باید جنگ مذهبی خودش رو توجیه بکنه، چون در واقع افراد کینه‌ورز هستند مانند خامنه‌ای و غیر و غیره، اینها جز جنگ و نابودی اسرائیل چیز دیگری نمی‌بینند. حال آنکه اسرائیل در منطقه‌ای قرار داره که دشمنان مختلفی داشته و امروز
دشمنان گذشته به اصطلاح اسرائیل تبدیل شدن به کشورهایی که دارای مناسبات کم و بیش نزدیک و دوری با این کشور هستند. تمام کشورهای عربی به نحوی در مناسباتی با اسرائیل قرار گرفتند. پس بنابراین تنها دشمنی که در درون خاورمیانه وجود دارد از طرف جمهوری اسلامی و تمام جریانات تروریستی هستش. خب حالا نکته این هم در ارتباط با اسرائیل هستش که سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست فاجعه آور و جنگ طلبانه هستش. حال شما نگاه بکنید این سیاست به چه ترتیبی تنظیم شده است. مناسبات با چین و مناسباتش با روسیه که در اینجا ما میدانیم که چه امتیازهای کلانی به شکل مخفی به چینی ها دادن. اون قرارداد 25 ساله شد که هنوزم که هنوزه ما از مواد ریز این قرارداد چیزی نمیدانیم. در ارتباط با روسا میبینیم پهپادهای ایرانی یعنی جمهوری اسلامی میروند و انسانهای اوکراین رو برای دفاعی از پوتین میکشند. جمهوری اسلامی قاتل اروپایی نیز هست. به علاوه شما دقت بفرمایید گاز، پروژه گاز در خلیج فارس، قطری ها گازهای اون بخشی از گازهایی که اون به اصطلاح شبکه های زیرزمینیش با ایران سهیم هستند داره مصرف میکنه. حال آنکه عملا به دنبال عملا درگیری هایی که در سطح بین المللی بود در ارتباط با تحریم ها، اون پروژه که با توتال فرانسه بود اون پروژه به هم خورد و تمام تکنیک و سیاست روسیه پیوسته و پیوسته در این بوده است که گازهای ایران در خلیج فارس به بازار بین‌المللی رسیده نشود. چرا؟ به خاطر اینکه موقعیت انحصاری که گازهای روسیه در بازار جهانی دارد میخواهد این وضعیت انحصاری رو برای خود نگه دارد و مخالف در واقع گسترش پروژه گاز ایران در جهان هست. اینه، یعنی پوتین بیگاری میخواد، پوتین نوکری میخواد، پوتین در واقع آدم های دستشانده میخواد و خود امروز آخوندها یکی از افراد پستی هستند که با پوتین ها ساختن و در میان آخوندها رفقای نزدیکی برای پوتین وجود دارند، نوکرانی که وطن رو دارن میفروشند. خب حالا چند نکته دیگه باز اجازه بدید که مطرح بکنم. امروز ما کشوری داریم که به لحاظ نفتی در واقع حدود ردیف نهمین کشور نفتی جهان یعنی تولید کننده نفت قرار دارد. 3 میلیون یا تا حدود البته متفاوت هستش کمی بیش از 3 میلیون بشکه در روز هستش و اولی کشور خود آمریکا هستش. بسیار خوب. ولی ما میدانیم که در همین زمینه به لحاظ تحریم های گوناگون، تحریم های اروپایی، تحریم های آمریکایی و تحریم های سازمان ملل، عملا جمهوری اسلامی نمیتواند به گسترده و بسترده در این زمینه عمل بکند. ولی در زمین های تحریم های نفتی که کاملا باید حتی به شدت سقوط میکرد، به لحاظ سیاست آقای بایدن، سیاست مماشات آقای بایدن که علی رغم این تحریم ها در واقع چشم خودش رو میبنده که چی؟ که جمهوری اسلامی بتواند یک سلسله از این به اصطلاح بشکه‌های نفتی خودش علاوه بر چین به بازار جهانی برساند و آمریکا اینو میداند. منتهای مراتب همیشه تمایلی بوده از جانب دولت آمریکا برای سازش کردن با جمهوری اسلامی، یعنی عملا به زیان ما و به نفع خود بایدنی ها. خب حالا شما توجه داشته باشید که این امر نفت، عملا من طرفدار اقتصاد نفتی نیستم به هیچ وجه، نه اقتصاد نفتی از نظر
به اصطلاح منطق جهانی و منطق محیط زیستی جهانی دیگر عمرش سپری شده، ما باید از اون بگذریم. ولی کن به لحاظ همین در ذهن وابستگی علی‌رغم این تناقضات، وابستگی جمهوری اسلامی به همین منبع نفتی عملا ما منجر کارمون شده که در تمام زمین‌های تکنولوژی عقب بیفتیم و هیچ گونه کاری نکنیم. بنابراین نه گاز به فروش می رود و نفت هم که به این ترتیب، اون هم مسلما نفت خام است. جمهوری اسلامی چه کرد؟ در طی 45 سال نفت خام می فروشد. حال اینکه کشورهای بزرگ صنعتی از تمام مواد اولیه کالاها و فراورده های صنعتی می سازند و اینها را به بازار جهان یا بازار خودشون به فروش می رسانند. جمهوری اسلامی خود در داخل مواد نفتی رو برای شرکت ها و کارخانجات و مردم تا یه حدودی پخش میشه و بقیهش هم به شکل مواد خام به جهان صادر می شود. حالا کشوری ما داریم که در واقع فرار مغزها در اون برجسته است. یعنی مغزها میرن به کجا؟ همون کشورهایی که جمهوری اسلامی علیه اونشون داره جنگ میکنه، مانند آمریکا، مانند اروپا. بیشتری پناهنده ها رو در خارج از کشور داریم، با حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور. خب در ایران ما آزادی بیان نیست، مطبوعات آزاد نیستند، ورزش آزاد وجود ندارد. به این ترتیب هستش که کشور ما در حال چی؟ در حال عقب رفتن هست، زیرا جهان به جلو می رود و به لحاظ مخاصمه ها و درگیری هایی که جمهوری اسلامی با جهان تولید می کند عملا از نیروی خود تهی می شود، کم می شود، کاهش پیدا می کند و در سوی دیگر، از سوی دیگر تمام جهان اونجایی که انسان های ایرانی می روند به ناگزیر از اون بهره می برند. و به علاوه خب ما می دانیم عزیزان من، ما امروز داریم به صلاح واقعیتی هستیم و اون هستش که جمهوری اسلامی میگوید من طرفدار فلسطین هستم، که میبینیم که یکی از خطای مهم سیاست جمهوری اسلامی همین ماجرای فلسطین هستش. ببینید عزیزان، خاطرتون باشه من این رو یک برنامه دیگری به یک نوع دیگری گفتم. ایران ما در زمان جمهوری، در زمان دوران شاه، دوران پهلوی، دو تا ایدولوژی بالا آمد، ببخشید یک ایدولوژی بالا آمد از جانب دو گرایش یا دو جریان، یکی اسلامگرایان، یکی جناح چپه طرفدار فلسطینیان، و هر دوتاشون به ما گفتن که بله آرمان من ایرانی فلسطین است. نه، این اشتباه بود. آرمان من ایرانی، آرمان دارم میگم، آرمان کوز لکوز، آرمان من ایرانی دموکراسی برای ملت ما، آزادی برای ملت ما و در سطح جهانی مسئله امر حقوق بشر است. ولی آرمان ملی ما داشتن چی؟ یک حکومت آزاد، دموکراتیک و لاییک است. این امروز آرمان ما. پس بنابراین اینا گفتن که فلسطین آرمان ما هستش، یعنی ذهنهای ما رو مریض کردن، بیمار کردن که این امر در ذهن من قرار بگیرد. یک، دو، اینکه چه جریانات چپ، چه جریانات در واقع اسلامگرا، در واقع آنچه که از فلسطین نشان میدادن تمام جریانهای تروریستی بودند و غیره و غیره که ما رو مجذوب بکنه و ما رو شیفته بکنه. حال آنکه من گفتم و باز هم دارم تکرار میکنم، بله مردم فلسطین حق دارند سرزمین خود رو داشته باشند، در کناری که در کنار مردم اسرائیل، ولیکن آرمان اونها آرمان ما نیست. تمام جریان های سیاسی که بر اونها غلبه دارن جریان های تروریستی و در واقع فاسد هستند. بنابراین این نیست که چون توده ها وجود دارد پس بنابراین بله ما محکوم میکنیم تمام در واقع قربانیان فلسطینی غیر نظامی که توسط ارتش اسرائیل کشته شدند در همین جنگ غزه، ولی به این معنا نیستش که ما بیاییم و کورکورانه بگیم زنده باد به صلاح مردم فلسطین. نه، اینطوری نمیگیم. ما بحث علمی میکنیم عزیزان من، این واقعیت ها رو میشه کافی. ولی در نهایت این سوال پیش میاد که ما مردم ایران،
ما ایرانیان در ارتباط با قضیه ماجرای مربوط به فلسطین چی کاره ایم آخر که این دولت جمهوری اسلامی این همه پول در درون جریان های تروریستی مانند حماس میریزه و اینها رو به جنگ و جدال علیه اسرائیل وامی دارد؟ به علاوه ما در ارتباط با لبنان چه کاره هستیم؟ لبنان یک کشور عربی، لبنان با یک موزاییکی از مردمان و دینهای گوناگون هستش. چرا جمهوری اسلامی از سال 1982 میآید در این کشور و در واقع افراد وابسته به خودش، یعنی عملا در واقع جریان حزب الله رو به وجود می آورد در ارتباط با برنامه‌های منطقی خودش؟ ما در قضیه یمن چه کار هستیم؟ ما در قضیه مربوط به عراق چه کار هستیم؟ این همه سالانه پولهای مردم ما به درون این مناطق و به درون این شبکه‌های تروریستی وارد می شود. چه کار هستیم؟ به همین خاطر هم هستش که شما نگاه بکنید جامعه‌ای که داریم پر از فقر است، جامعه‌ای که داریم تورم وحشتناکه، جامعه‌ای که داریم در واقع در بی‌عدالتی درگیر هستش، جامعه‌ای که داریم در درون اختلاس و فساد عمیقا گیر کرده است. جامعه ایران بسیار نابسامان است. میزان در واقع اختلاس و فساد به بالاترین سطح هستش، حال آنکه سوئد و فنلاند در واقع اینها اختلاسشون نزدیک صفره. در کشوری مانند فنلاند زندانی وجود ندارد. در ایران نه تنها زندانیان گوناگون بلکه همچنین کسی که حرف میزند و مخالف رژیم هست زندان میافتد و او را میکشند. در کشورهای دیگر به تاریخ باستانی خودشون توجه دارند. در کتابهای درسی بچه ها از تاریخ خودشون صحبت میکنند، حال آنکه در ارتباط با کشور ما، در ارتباط با مولوی ها، فردوسی ها، سعدی ها و حافظ و کوروش و غیره و غیره کجا در کدوم کتاب درسی اینها به نحو شایسته منعکس شدند؟ نیست. تمام ماجرا رو به این محدود میکنه که فقط و فقط تمام ایران رو به گریه و ماتم در بیاره، سینه زنی حسینی به پا بکنه، نوح خانی به پا بکنه، ذهنیت مردم رو سرکوب بکنه و همه اینها رو، همه این مردمان رو علیه در واقع اسرائیل، علیه غرب بسیج بکنه. این از اون ورشکستگی، این از اون جنایت و خیانتی که جمهوری اسلامی در ارتباط با کشور ما انجام میدهد. و بالاخره برای پایان دادن بحث کنونی خودم، عزیزان، ما با جمهوری اسلامی بازنده بودیم، در جهان بازنده هستیم، در منطقه نیز بازنده هستیم و همچنین در داخل کشور نیز بازنده هستیم. شما نگاه بکنید که میزان عظیمی از پولهای ایران نه تنها به سوی تروریسم بلکه در ارتباط با تبلیغات اسلامی در داخل اینها خرج می شود. سازمان اوقاف که یک در واقع کارتل زمین خوار هست، از طریق خود در واقع بودجه دولتی نیز هر سال هر روز داره میلیون ها بودجه می گیرد. بیش از 300 میلیارد تومان در بودجه دولت ایران به اوقاف داده می شود، حال آنکه اوقاف خودش یک سر به اصطلاح نهادی هستش که بیشترین در واقع امکانات، بیشترین ثروت، بیشترین ساختمان ها رو زیر کنترل دارد. مراکز مانند حوزه های علمیه، به اصطلاح علمیه، اینا که علمیه نیست، اینا خرافه ها هستند، هر روز به اینها بیش از 2 میلیارد تومان در واقع داده می شود. جامعه المصطفی که در خارج از برای تبلیغات جمهوری اسلامی عمل می کند، هر روزی 600 میلیون تومان به جیب اینها ریخته می شود، حال آنکه بچه های ما، کودکان ما، دختران و پسران ایران زمین در برخی مناطق از لباس و غذا و مدرسه محروم هستند. پس یادتون باشه عزیزان من، جمهوری اسلامی فقط و فقط یک جمهوری نکبتبار متکی بر فاشیسم است و این جمهوری اسلامی در داخل فقر و ستم
و در خارج از کشور، یعنی آنچه که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، جز جنگ، جز تروریسم، جز در واقع آدم ربایی و گروگانگیری و جز فلاکت، چیزی دیگری به وجود نیاورده و هرگز خارج از این بدبختی کار دیگری هرگز نمیتواند بکند. پس بنابراین رابطه ملت ایران با جمهوری اسلامی فقط در یک کلام خلاصه می شود و اون هم جمهوری اسلامی برای همیشه باید به گور سپرده شود. سپاس از شما.